به ترتیب میگه بچه‌ها، به ترتیب بگیم دو قسمتی دیگه چشم. حکم تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسلامی. این من یه نکته بچه‌ها بهتون میگم، حیف ندونید. ببین بچه‌ها، به منظور گسترش یا اشاعه فرهنگ و معارف اسلامی دو جا به کار رفت. من بگم بهتون، اگه بگه تولید و توزیع فیلم ها و به قول همینجا نمیدونم مجلات و غیره برای گسترش معارف اسلامی، اونجا بچه‌ها میشه واجب کفایی. همینجا گفته. پس من اول جواب بدم، رد گزینه کنم بچه ها، دو و چهار میره کنار، یا یک یا سه. قبول. اگه این مورد سوال اینجای ما نیست ولی بدونید، اگه بگه در واقع ایجاد پایگاه‌های اینترنتی و فضاهای مجازی و مجازی سالم برای گسترش فرهنگ معارف اسلامی، اونجا میشه مستحب بچه ها. هش این مورد سوال ما نبود ولی بد نبود بدونید. خب حالا ادامه سوال بخونیم. استفاده از موسیقی خواه سنتی و کلاسیک و خواه غیر سنتی و مدرن حکم چیه بچه‌ها؟ یه رویته میگه بچه های گلم، آقای موسوی گفت هر جا کلمه موسیقی بیاد، هر جا کلمه موسیقی بچه بیاد میزنیم جایز و حلال. پس بهترین گزینه بچه ها گزینه ارزم حضور گلتون سه خواهد بود. پس قسمت اول واجب کفایی و قسمت بعدی که موسیقی بیاد میشه جایز و حلال. البته بچه راجع موسیقی نکته بگم، درسته هر جا موسیقی بیاد جایز و حلاله، ولی یه جا موسیقی در یه عنوان منفی به کار میاره. مثلا میگه استفاده از ابزار و آلات موسیقی برای لهو و لعب و نمیدونم شهوت و غیره. خب اونجا مشخصه که بحثش دیگه حرام هسته.